کمتر از 24 ساعت از رد صلاحیت‌های کاندیداهای رقیب رئیسی گذشته و تازه داریم به جنگ گورکا نزدیک میشیم. ممکنه خیلی‌ها سوال کنیم که جنگ گورکا این چه در واقع واژه‌ای است و یا چه عبارتی است که در فرهنگ مقاومت ایران از سالها پیش جاری بوده. صحنه‌ای که امروز داریم می‌بینیم و از سالها پیش مقاومت ایران میگفت چیزی است به اسم جنگ گورکا. این یک حکومتی که گورکای اون رو با هم پیش می‌برن، حالا جنگ به درون گورکا افتاده و دیگه دارن همدیگه رو پاره می‌کنن. صحنه‌ای که امروز می‌بینید دقیقاً همینه، چیزی نیست جز جنگ گورکا. حالا می‌خوام ببینیم که این کشاکشا و این پیامده سلاخی و حذف کاندیداهای رژیم در همین فرصت کوتاهی که ازش گذشته چه عواقبی داره و به برخی از موضع‌گیری‌های باندهای درونی و یا همین گورکای درون نظام بپردازیم. اسحاق جهانگیری که قبلش هم گفتیم که چی گفته، اول گفته بود که راضی ام به رضای خدا، ولی اما حالا عدم احراز صلاحیت بسیاری تهدید را جدی برای مشارکت و رقابت گرایش‌ها و جریان‌ها می‌دونم. امیدوارم منافع و آینده نظام قربانی مصالح آنی سیاسی نشود. گرچه که این نظام دیگه به جاهای باریکش رسیده و جز این تصمیمات بسیار بسیار خطیر برای این ادامه حکومت که باعث کنده شدن بخش‌هایی از نظام ازش میشه کار دیگه‌ای نمیتونه بکنه و فکر کنم که جهانگیری تازه داره این واقعیت رو درک میکنه. آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از اولین حضور این جانب در شورای نگهبان 20 سال می‌گذرد. در تمام این مدت هیچگاه تصمیمات این شورا تا این حد غیر قابل دفاع نیافتم، چه در تایید صلاحیت‌ها و چه در عدم احراز صلاحیت‌ها. در میانه این زمانه غریب و رفتارهای عجیب به خدا پناه می‌برم. نامه بسیجی دانشگاه امیرکبیر شریف و خواجه نصیر به شورای نگهبان: در صلاحیت برخی که مغایرتی با نظام ندارند تجدید نظر کنید. لیست اعلامی نشان از بیتوجهی به امر مشارکت و تنگ کردن حق انتخاب دارد. بدیهی است بیتوجهی به این کار با مشارکت پایین در انتخابات مواجه خواهد شد و موجب روی کار آمدن دولتی بدون پشتوانه می شود. نیست تا الان همه دولت‌هایی که توی این رژیم سر کار اومدن خیلی پشتوانه مردمی داشتن، الان تازه سال 1400 می‌رسن به یک دولت بی پشتوانه. ضمن اینکه نظام با چالشی جدی مواجه خواهد شد. دلاوری یکی از مجریهای صدا و سیمای رژیم هستش. فهرست شورای نگهبان موافق هم دارد، علامت سوال. خود رئیسی هم که مخالف است. تنه عباس عبدی از پاسدار بسیجی های دهه 60، از یکی از اون فاشیست های دهه 60 که حالا اصلاح طلب شده. باید در عقل کسانی که انتخابات مجلس را در سال 98 مدیریت کردند شک می کردیم اگر لیستی جز این را تایید می کردند. همچنین باید در فهم سیاسی کسانی که شک کرد باید در فهم سیاسی کسانی شک کرد که انتظار داشتند شورای نگهبان جز چنین لیستی را تعیین کند. این ریاست، یعنی شورای نگهبان، مکمل آن مجلس است. یعنی میخواد بگه بابا این داستان از زمان انتخابات مجلس کلید خورده و اصلا نباید انتظاری غیر از این میداشتین. و همچنین علی مطهری هم که قبلش گفتیم، باز همجا تکرار میکنیم، گفته از رد صلاحیت خودم با وجود آنکه میدونم دلیل قانع کننده ای ندارد میگذرم، اما از رد صلاحیت لاریجانی که همیشه گوش به فرمان نظام بوده در حیرت هستم. ما منتظریم که باز هم با واکنش های مختلفی که از طرف همین مهره های حذف شده یا سایر مهره های نژیم که میان موزه گیری میکنن اونها را منعکس کنیم. اهمیت این موزه گیری ها توی اینه که نشون میده که این زخم ها و این جنگ گورکا تا چه حد عمیق هستش و بحرانی که رژیم درش فرو رفته، این بحران انتخابات که از روز اول بعد از سرنگونی حکومت سلطنتی، از بعد از انقلاب زده سلطنتی تا همین امروز گریبان این رژیم رو هر بار میگیره هر 4 سال، این بار تا چه حد این رژیم رو ضعیف خواهد کرد و چقدر مقاومت و مردم ایران رو در برابر این رژیم تقویت خواهد کرد. این موضوعی است که ما تو این برنامه می‌خوایم بهش بپردازیم. اگر که با مهمان بعدی برنامه‌مون آماده هستن، با حسین فارسی از شاهدان قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 بودند که از سال 60 تا 72 در زندان‌های قزلحصار و اوین و گوهردشت بودند
و میخواییم با هم نگاهی به پرونده رئیسی بکنیم که الان ظاهراً تنها کاندید رژیم و رئیس جمهور آینده این نظام خواهد بود. آقای فارسی سلام میکنم به شما. سلام، منم سلام میکنم به شما و همه بینندگان عزیز. بسیار عالی. خب خبرها رو که حتما دنبال کردید، شما از زندانی های سابق این رژیم هستید، مدت زیادی و سالهای زیادی رو در زندان ها بودید، چیزهای بسیار زیادی رو دیدید، کتاب های نوشتید، در خیلی از برنامه ها شهادت دادید و اون چیزهایی که خودتون تجربه کردید و اون دردها و خیلی چیزها و زجرهای دیگه که در زندان کشیدید و دیدید رو بازگو کردید. اما امروز میخوایم در رابطه با موضوع رئیسی، قتل عام 67 و آینده این نظام صحبت کنیم. شما فکر میکنید که این کاری که امروز صورت گرفته و رئیسی میشه گفت تقریبا رئیس جمهور آینده این نظام هستش، از نظر شما که سالیان در زندان بودید و جنایت های رئیسی رو از نزدیک دیدید چه معنایی داره؟ بله، خب مشخص این خامنه ای که خطش به صلاح خط انقباض و سرکوب هستش و نهایتاً به ته خط رسیده که رئیسی رو برداشته آورده و اینکه خب خودش هم میدونه که رئیسی خلاصه گزینه خوبی نبوده و نیست براش، ولی دیگه این مجبور هستش و این نشون میده که خلاصه به ته خط رسیده که این رئیسی رو برداشته آورده. این نظر منه. بسیار عالی. شما سالهای زیاد در زندان بودید، جنایات رئیسی رو از نزدیک خودتون دیدید، قتل عام‌ها رو پشت سر گذاشتید و تابستان 67 آوردن یک چنین آدمی بر سر قدرت و اون رو رئیس جمهور کردن، با اینکه در دوره قبلی هم تلاش کرد رئیس جمهورش بکنه ولی نتونست مهندسی بکنه و مجبور شد به روحانی تن بده، فکر میکنید این چه تبعات اجتماعی یا بین المللی میتونه داشته باشه؟ خب واضح علاوز بین المللی که این رئیسی توی به صلاح لیست تحریم هاست، یا آدم تحریم شده و منزوی هستش. تو صحنه سیاسی هم به صلاح هیچ وقت نبوده به جز اون انتخاباتی که 4 سال پیش بود و به شدت به صلاح منفور بود و سرخورده شده بود. خب بنابراین توی به صلاح صحنه بین المللی یک فضاحت برای خامنه ای، یعنی دقیقا من میگم یک فضاحت هستش و ولی خب فکر میکنم که خامنه ای دستگاهش از سیاست خارجی نمیچینه، یعنی دنبال به صلاح چهره توی صحنه بین المللی نیستش، بلکه از نیاز مبرمش که به صلاح سرکوب قیام هستش، پیش بردن خط انقباض در داخل کشور، سرکوب در داخل کشور هستش، دستگاهش اینجا میچینه. آقای فارسی میتونید این موضوع انقباض رو کمی توضیح بدید؟ منظورتون از انقباض دقیقا چیه؟ ببینید وقتی که به صلاح رژیم یه دورانی بودش به صلاح تظاهر به این میکردن که خط انبساط میخوان برن گشایش با جامعه بین المللی و گفتگوی تمدن ها، گفتگوی تمدن ها بود، یه دوران دیالوگ انتقادی بود، نمیدونم همه این به صلاح فیلم ها و نمایش هایی که چیز کردن و همش هم خلاصه به بنبست رسید. اینا نمایش هایی بود که این رژیم برای بقای خودش میداد و تمام این سیابازی ها خلاصه به بنبست رسید. خامنه ای نهایتا الان که با به صلاح قیام مواجه هستش و شب و روز خواب نداره از ترس قیام، نهایتا رسیده به این که خلاصه خط انقباض رو در پیش بگیره، یعنی این که دیگه فهمه اون فیلم ها رو بذاره کنار، بساط اصلاح طلب اصولگرا رو بذاره کنار و خلاصه اون چهره واقعی خودشونشون بده، همه به صلاح کاری دیگه با نمیدونم خارج نداره، دنبال چهره سازی در خارج نیست و یک سویه میخواد در واقع مشکل قیام در داخل رو حل بکنه، میخواد سرکوب بکنه، بنابراین هرچی به صلاح بسته تر میکنه دستگاه خودشو، برای همینم مجبور شده که الان برای این خط خودش رئیسی رو برداره بیاره. آقای فارسی شما سالهای زیادی در زندان بودید، دوست دارم که تو این فرصتی که الان پیش اومده به شما این وقت رو گذاشتید، ما در خدمت شما هستیم در اساس، و
می‌خواستم که برامون توضیح بدید به عنوان کسی که سالیان جنایت‌های این آدم یعنی رئیسی رو از نزدیک دیده، نظر خودتون رو بدید و اگر نکته‌ای دارید و یا فکر می‌کنید چیزی هست که جالب توجهه به عنوان کسی که سالیان از نزدیک این جنایت‌ها رو دیده، دوست دارم که نظر شما رو بدونم الان با این تصمیم. ببینید اجازه بدید من یه مقداری از سوابق رئیسی بگم. سلالی بله. رئیسی خب معروفه که به اصطلاح در سن جوانی 19 سالگی رفته تو دستگاه قضایی رژیم، 20 سالگی دادستان بوده، بعد رفته دادستان دو تا شهر شده، بعد به اصطلاح در سال 64 اومده توی اوین و جانشین دادستان بوده. این جانشین دادستان در واقع مسئولیت خاص رئیسی در امور به قول خودشون گروهک‌ها بوده، یعنی سرکوب نیروهای سیاسی بوده. این مسئولیت خاصش در جانشینی دادستان بوده که اون موقع رازینی بوده. تا توی این دوران اعدام‌های زیادی صورت گرفته تا اینکه میرسیم به سال 67 رئیسی به عنوان جانشین دادستان در هیئت مرگ شرکت میکنه. اینکه با اینکه اسم رئیسی تو حکم خمینی نبوده چرا عضو هیئت مرگ بوده بهش میگم، توضیح میدم. اما رئیسی چهره ای از خودش نشون میده توی هیئت مرگ که به اصطلاح تبدیل به نور چشمی خمینی میشه و خمینی از دی ماه 11 دی ماه تا اول بهمن یعنی در فاصله 20 روز سه حکم ویژه برای رئیسی، خطاب به رئیسی و نیری صادر میکنه. اینا همون تیمی هستند که قتل عام را انجام میدادند. تو همون نوار منتظری هم هستن. بله. تو همون نوار منتظری هم. بله، اینا از اون چهار نفری هستند که تو اون هیئت چهار نفره هستن با منتظری ملاقات کرده بودن. ببینید سال 11 دی 67 خمینی حکم ویژه صادر میکنه، خطاب به صلاح نیری و رئیسی میگه که بری تو شهرهای سمنان، سیرجان، اسلام آباد و درود پرونده ها رو فارغ از پیچ و خمای اداری رسیدگی بکنید و به اصطلاح حکم خدا رو اجرا بکنید. دقت کنید میگه که حکم خدا رو اجرا بکنید. حالا اینجا چه خبر بوده؟ ببینید توی به طور ویژه اون چیزایی که گفته نشده تا الان خیلی به اصطلاح برجسته نشده اینه که توی اسلام آباد چند ماه قبلش عملیات فروغ جاویدان انجام شده. بعد از عملیات فروغ جاویدان رژیم توی اسلام آباد و کرند و روستاهای اطراف تعداد کثیری از مردم اهالی اونجا رو دستگیر کرده به عنوان اینکه همکاری کردن با مجاهدین. خب اینا یه مقداری اون اول دو ضرب اول یه تعدادی از اینا رو زدن کشتن، اما تعدادی زیادی از اینها باقی مونده بلا تکلیف. خمینی تو 11 دی میگه که شما دو نفر پاشید برید توی اسلام آباد. اینجا مهمترین شهر الان اسلام آباده تو این حکم، میگه باشید برید اسلام آباد و تعیین تکلیف بکنید، اجرا بکنید، یعنی اینکه عدم تیغ بگذرونید، که اینها رفتن این ماموریت انجام دادن. چند روز بعدش 23 حکم میده که خیلی چیز نیست، میگه توی سیرجان و درود. اما حکم سوم اول بهمن هستش، تو اول بهمن حکم صادر میکنه میگه که شما برید به صلاح تمام پرونده هایی که راکت مونده توی شورای عالی قضایی و حدود و قصاص اجرا نشده برید اینا رو اجرا بکنید. حکم اینقدر عجیب و جنایتکارانه است که خود اینا دچار ابهام میشن، مثل کی؟ مثل اردبیلی که سر حکم قتل عام شوکه میشه، دچار ابهام میشه که آقا حرف داستان چیه، چجوری آدم را که خمینی جوابش داده بود. اینجا هم باز جواب این دوتا رو میده که منظور همینه، حدود و قصاص برید قصاص اجرا بکنید، بعد از رسیدگی اجرا بکنید، که حالا خدا میدونه اینا چند نفر رو تو این داستان چیز کردن. این سه تا حکم ببینید انقدر مهمه، بعد از 30 یک سایت رژیم نوشته که تو این بازه زمانی این سه تا حکم ویژه دریافت که خود نشان از اعتماد وافر خمینی ملعون به همین رئیسی بوده. خب این یه به اصطلاح بخش. حالا بخش دیگهش بعد از قتل عام ها هستش. حالا یک دورانی هستش که از اواخر سال 67 تا حداقل سال 75 رئیسی و نیری یک هیئت ویژه ای بودن
که مخفیانه دست به اعدام می‌زدند. تعداد کثیری رو اینها به اصطلاح محاکمه و اعدام کردند در کمیته مشترک مخفیانه. ببینید از سال مثلا 67 68 یه سری چیزا هستش. به طور مثال عرض کنم به حضور شما که شهدایی هستش مثل عطا نوری، طیبه حیاتی هستش، زهرا نیاکان، نرگس خانی. بعد تو سال 69 بهنام مجدآبادی هستش، به اصطلاح محمود خداوندلویی هستش، غلام رضا پور اقبالی هستش و تعدادی دیگه. بعد چند سال بعد یه مقداری بعدش هوشنگ محمد رحیمیه و بعدش تو سالهای بعدش هستش شهدایی مثل عباس نبایی، سیاوش ورزشنما، علی مبشری، مرداد کمالی و بسیاری دیگه که دستگیر میشه. خط رژیم اون موقع این بود که هر کس رو دستگیر میکرد از بچه ها از هواداره مجاهدین مخفیانه اعدام میکرد و هیچ وقت هم گردن نمیگیره، کما اینکه الان هم هنوز هم به گردن نمیگیره و محل دفن اینا رو هم هرگز اعلام نکردن. پس این هم شد یکی دیگه از به اصطلاح سوابق رژیم. آقای فارسی فقط خواهش میکنم اگه میشه بقیه رو خیلی کوتاه بگین چون فرصت برنامه‌مون کم هستش متاسفانه. بله ما میخوایم حتما بشنویم این یک مورد دیگه کوتاه. اینم که در سال تعداد کثیری از مردم رو دستگیر کردن توی مشهد. رژیم اون زمان اعلام کرد یک هیئت ویژه قضایی به مشهد اعزام میکنه که اون هیئت ویژه قضایی همین رئیسی و نیری بودن که برای قلقم و کشتار همین مردم معترض مشهد اعزام شده بودن. اینها در واقع کارنامه رئیسی است که ولی مهمترینش همون جنایتی هستش که توی قتل عام کرده. توی قتل عام رئیسی در حالی که جانشین دادستان بود، از اونجایی که جانشین از اونجایی که دادستان رژیم که اشراقی بود، مرتضی اشراقی، به خاطر ترس از عواقب این جنایت در امضای احکام اعدام کندی می‌کرده، این رئیسی رو خلاصه میندازن جلو و رئیسی گوی سبقت رو بوده در جنایت از رئیس خودش و کاری کرد که به اصطلاح به این شکل خلاصه چیز مورد اعتماد خمینی شده بود. اینا در مجموع میخوام بگم از سوابق رئیسی هستش. خیلی تشکر میکنم از شما آقای فارسی، این فرصتی که در اختیار ما گذاشتین. امیدوارم که بتونیم بیشتر هم باز در رابطه با جنایت هایی که این جلاد در واقع میشه گفت از جلادترین افراد درون این رژیم هستش، باز هم بیشتر از شما و همچنین سایر دوستانتون که در واقع بازماندگان اون جنایت ها هستید برامون بگید. امیدوارم که در روزهای آینده باز بتونیم با شما همراه باشین. ممنونم از شما و خدا نگهدار. بینندگان عزیز با ما همراه باشید با ادامه برنامه رأی من سرنگونی. فکر کنم فرصت پایانی داریم، وقت پایانی برنامه همون ببخشید، وقت پایانی برنامه کمی نزدیک میشیم. سوابق آینی خونده جنایتکار رئیسی نشون میده که این آخوند فقط خونریز و یا جنایتکار نیست، بلکه این از اصلی ترین مهرهای رژیم در کشتار بوده و دستش در همه این موضوعات، همونطور که الان آقای فارسی هم توضیح دادن، در جنایت‌های رژیم دست داشته. به این منظور هم کنم یک ویدیویی رو تنظیم کردن، گزارشی است از کارنامه آخوند رئیسی در ادامه صحبت‌های آقای فارسی که این کلیپ رو هم با هم می‌بینیم.
بله، برنامه رو ادامه میدیم با چند خبر و یا انعکاس نسبت به این جراحی که امروز صورت گرفته و اینکه در رسانه‌های بین‌المللی چه بازتابی داره، چون این بازتاب خودش گویای وخامت اوضاع این حکومت هستش و به خصوص طرف حساب‌های غربی اون. همونطور که ابتدای برنامه هم گفتم، یکی از رسانه‌های، یکی از خبرگزاری‌هایی که واکنش سری نشون داده به حذف برخی از کاندیداهای نمایش انتخابات رژیم آسوسییتد پرس بوده که در گزارش آسوسییتد پرس اشاره شده که رژیم ایران روحانی تندرو که قوه قضاییه را اداره می‌کند و 6 نفر دیگر را در انتخابات رئیس جمهوری 18 ژوئن به عنوان کاندیداهای مورد تایید تصویب کرد و کاندیدای اصلی متحد رئیس جمهور فعلی را در بحبوحه تنش‌ها با غرب بر سر برنامه اتمی حذف شدند. در ادامه نوشته به این ترتیب ابراهیم رئیسی را که در اعدام‌های گسترده در سال 1367 نقش دارد در موقعیت برتری برای رئیس جمهور شدن قرار داد. این موضوعی بود که با بسیاری با مهمونای برنامه‌مون امروز هم در موردش صحبت کردیم. همچنین آسوسییتد پرس به یک نکته دیگه اشاره می‌کنه که نروار جلسه رئیسی و رئیس وی در دیدار با حسین علی منتظری در سال 1395 به بیرون درس کرد. منتظری اون اعدام‌ها را بزرگترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی توصیف کرده، یعنی منتظری کسی که خودش نائب خمینی بوده یا جانشین خمینی بوده گفته که این رئیسی در بزرگترین جنایت این رژیم در واقع دست داشته. حالا همین جانی یا جنایتکار تبدیل میشه به کاندید اول ریاست جمهوری. آسوسییتد پرس در یک واکنش دیگه نوشته احمدی نژاد هشدار خامنه‌ای را در سال 1396 نادیده گرفت و ثبت نام کرد، اما وی پس از آن توسط شورای نگهبان یک هیئت 12 نفره تحت امر خامنه‌ای رد شد. روز سه‌شنبه علیرضا بیگی نماینده مجلس خانه احمدی نژاد در محاصره نیروهای امنیتی توصیف کرد و هشدار داد که این تصمیم مشارکت مردم را سرکوب خواهد کرد. این آخرین تحولاتی بود و یا بازتاب در رسانه‌های بین‌المللی یا میشه گفت آسوسییتد پرس. هر چقدر که بیشتر از این واکنش ها به دستمون برسه و در جریان قرار بگیریم، شما را هم در جریان اونها قرار خواهیم داد. ولی بیشک این جرایی ها برای بدن نحیف و ضعیف نظام ولایت فقیه بسیار بسیار مهم هست و بهای سنگینی خواهد داشت. شعار رأی من سرنگونی مردم ایران ضربه سنگین به این نظام پوسیده خواهد بود و با آرزوی پیروزی و رفاه برای مردم ایران همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار و اوقات خوبی رو براتون آرزو میکنم تا نوبت بعد.